با سلام و درود به شما بینندگان عزیز کانال جدید، حمید اخشناس هستم و همراه همکارم مرمز رها برنامه نگاه روز را به شما تقدیم میکنم. اخیراً واحد اطلاعات هفته‌نامه اکونومیست تحقیقاتی پیرامون روز دموکراسی کرده که در آن به وضعیت احزاب پوپولیست و چپ اروپایی پرداخته. این نشریه نتیجه گیری کرده که اروپا امسال با زمین لرزه های سیاسی مواجه خواهد شد. پیرامون اظهار نظر اکونومیست در رابطه با وضعیت احزاب سیاسی در اروپا گفتگوی داریم با حمید تقوایی که توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم. حمید تقوایی، به برنامه نگاه روز خوش آمدید. خیلی تشکر میکنم. حمید تقوایی، هفته نامه اکونومیست از خطر قدرتگیری احزاب راسیستی و راست صحبت میکنه و اینم را بحران دموکراسی در غرب و بیمیلی مردم برای دخالت در سیاست میدونه. چقدر دلایل اکونومیست رو چقدر واقعی میدونید و چقدر خطر راسیست در اروپا جدی است؟ خب اینکه نیروهای راسیست الان در کشورهای اروپایی مثل سوئد، آلمان و حتی خود انگلیس الان دارن قدرت میگیرن و در مقایسه با چند سال قبل حتی رشد کردن، در این تردیدی نیست. اما ارزیابی این که گویا به خاطر اینکه به اصطلاح مردم به احزاب اصلی کمتر عضو میشن، چون اکونومیست اینو گفته به خاطر اینکه مردم کمتر عضو احزاب اصلی یا سنتی در اروپا میشن یا پای صندوق‌های رأی کمتر میان، این اتفاق میفته. مسئله این نیست، مسئله اینه که سرمایه‌داری با یک بحران عمیق اقتصادی روبروه و اون چیزی که میگه اکونومیست بهش بحران دموکراسی از اینجا ناشی میشه. دولت بعد از دولت اومده و سعی کرده که این بحران سرمایه‌داری رو بر دوش کارگران و توده مردم بشکنه. بیکاری، گرانی، فقر وسیع‌تر شده و به همین خاطر تو این شرایط معمولاً یک وضعیتی ایجاد میکنه، احزاب راست افراطی پا میگیرن و جلو میان. بنابراین بحران دموکراسی و سربلند کردن این راسیستا هر دو نتیجه این بحران عمیق اقتصادی سیاسی و بورژوازی هست. البته یه جنبه دیگرش هم قدرتگیری نیروهای چپ هست، این رو هم ما در کشورهای در اروپا شاهد هستیم. در گزارش تحقیقات اکونومیست اومده که احزاب سنتی اروپا مجبور هستن با احزاب پوپولیستی ائتلاف کنن. اصلا صفبندی های احزاب اروپایی در این گزارش آمده، این گزارش چقدر واقعیت رو نشون میده؟ اینکه مجبورن ائتلاف کنن، خب کسی دستشون رو نپیچنده، مجبور نیستن، سیاستشون و منافعشون اینطور اقتضا میکنه. معمولا همونطور که گفتم، این شرط بحران باعث میشه که نقد از زاویه چپ و آزادی خواهی و به اصطلاح به زیر سوال بردن کل سرمایه‌داری مطرح بشه. همین اکونومیست در شماره‌ای که به مناسبت سال نو منتشر کرد آماری رو اعلام کرده بود در آمریکا که نزدیک به 80% مردم آمریکا، در نظر پرسی که مؤسسه گالوب کرده بود، نزدیک 80% از مردم گفته بودن به سیستم حکومتی آمریکا کلا بی‌اعتمادیم. یعنی مسئله فقط دولت اوباما یا این یا اون کابینه نیست، کلا به سیستم حکومتی بی‌اعتمادن. این باعث میشه که احزاب بورژوایی، چه سنتی چه کلاسیک چه غیرش، هرچه بیشتر به راست متمایل بشن به خاطر نگرانی و ترسی که از خطر چپ دارن. و این رو حالا اکونومیست به این صورت می‌نویسه که دوری از ائتلاف ها ناگزیرن احزاب راست با اینا ائتلاف کنن. خب این ناگزیری به خاطر منافعشون هست و به خاطر ترسی که از اوجگیری و قدرتگیری چپ در این کشور هست. نشریه اشاره شده به در جای دیگه در این نشریه اشاره شده به قدرتگیری حزب چپ به قول نشریه اکونومیست افراطی سیریزا و گفته که اگر این میتونه تاثیر مهمی در یونان داشته باشه و باعث بی‌ثباتی اروپا خواهد شد. در این مورد چه نظری داری؟ خب دقیقا همین نکته بود که من داشتم بهش اشاره میکردم، شما هم سوال کردید. الان در یونان، در اسپانیا و در خیلی کشورهای دیگه در اروپا
نیروهای چپ دارن قدرت میگیرن، چون همونطور که گفتم مردم بی اعتماد شدن کلن به سیستم اقتصادی و حکومتی سرمایه‌داری. وقتی در آمریکا آمار نزدیک 80% باشه، بدید در اروپا خیلی بیشتر. در فرانسه با اینکه ظاهرا یه حزب چپ سرمایه‌داری یعنی حزب سوسیالیستشون روی کار اومده، الان محبوبیت آقای فرانسوا اولاند کمتر از 13% که در تاریخ فرانسه بی سابقه بوده. در کشورهای دیگه اروپایی هم همین رو میتونید ببینید. بنابراین خطر امروز گفتم اینا از خطر چپ میترسن. و الان جالبه که نشی اکونومیست از اون طرف میگه ائتلاف با راست اجباریه، بعد به این طرف رفت، از طرف دیگه در مورد بی ثباتی اروپا در اثر قدرت چپ هشدار میده. هیچ کس از بی ثباتی اروپا در اثر قدرت راست صحبت نمیکنه، برعکس احتمال و چشم انداز ائتلاف با نیروهای راست و راسیست رو در پیش رو میگذارن، ولی نسبت به خطر چپ اخطار رو هشدار میدن. این نشون میده که در واقع احزاب سنتی به قول اکونومیست احزاب کلاسیک و سنتی بورژوازی در خود اروپا هم دارن هرچی بیشتر به سمت راست میچرخن. در یه قسمت دیگه از این گزارش اومده که احساسات ضد دستگاه حکومتی در منطقه اقتصادی یورو و بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدت گرفته. این چقدر واقعی است؟ این واقعی است. همونطور که گفتم این قضیه فقط احساسات یا به اصطلاح عاطفی نیست، به خاطر اینکه اکونومیست میخواد این رو القا کنه که گویا احزاب به قول خودشون پوپولیست یعنی عوامگرای راسیست دارن به احساسات مردم اتکا میکنن و احساسات اون رو برمیانگیزن. پس بر سر این حرفا نیست، احساسات زندگی واقعی مردم الان زیر سواله و مردم از نظر اقتصادی، از نظر امکانات اجتماعی، از نظر تأمین آینده خودشون و فرزندانشون کاملا نگرانن و حق دارن، به خاطر اینکه بحران اقتصادی که در واقع نقطه اوجش فروپاشی والستی در سال زمستان 2008 بود همچنان ادامه داره. باز در خود نشریه اکونومیست در جنبندی سالیانش این رو گفته بود که اروپا همچنان با بیکاری و با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم خواهد کرد در سال جدید هم، و این باعث به قول باز خود اکونومیست بی ثباتی بیشتر سیاسی خواهد شد. میخوام بگم بس بر سر احساسات مردم یا تبلیغات راسیستی و به اصطلاح دست گذاشتن روی احساسات نیست، آمیگرایی و پوپولیسم نیست، مسئله واقعی است. مردم بی تأمینن، از نظر اقتصادی بیکاری بیداد میکنه. کشورهای مثل یونان و اسپانیا که کاملا به بنبست و ورشکستگی دچار شدن و وضعیت کم و بیش در بقیه کشورهای اروپایی هم اینطور است، و این مسئله است که الان سرمایه‌داری در مقابلش زانو زده و راه حلی نداره. همین تقوای این اتفاقات اخیر پاریس چقدر میتونه در آینده اعتراضات اجتماعی در اروپا تاثیر داشته باشه؟ مثلا اتفاقات اخیر پاریس یک نکته مهمی رو نشون داد، و اون هم این که توده مردم فعال شدن و به خیابون اومدن در اعتراض به یک سازمان تروریستی، به یک تئوری که در پاریس اتفاق افتاده بود. ولی دامنه این اعتراض بسیار فراتر میرفت از نیروهای اسلامی. به نظر من سیاست خود دولت‌های غربی، دولت فرانسه و دیگر دولت‌ها در برخوردشون به اسلامیون در خود این کشورها و در خاورمیانه این هم زیر سوال رفته، و اینجا هم مردم به میدون اومدن که اعتراض کنن. ببینید الان نزدیک 2 دهه هست که از این جنگ نظامی بین دولت‌های غربی و نیروهای اسلامی میگذره، و مردم شاهد اینن که شرایط هرچی بدتر شده، نیروهای اسلامی گسترده‌تر شدن، در خود غرب دست به اقدامات تروریستی میزنن، در خاورمیانه نسل‌کشی و جنایات فجیع به راه انداختن، مردم این رو میبینن. و پاریس نشون داد که مردم دیگه بی‌تفاوت نیستن، دیگه فقط شاهد دستبسته جنگ تروریست‌ها در بالای سرشون نیستن، بلکه در مقیاس میلیونی به میدان اومدن تا حرف خودشون رو بزنن و اعتراض خودشون رو بکنن. من فکر میکنم این یک گام دیگری است در ادامه جنبش اشغال که چند سال پیش در اروپا به راه افتاد، و احیای مجدد همون آمالها، آرمانها و گرایشهایی است که در برابر کل سرمایه‌داری به قول اکونومیست
بی‌اعتمادی خودش رو داره به کل این سیستم اعلام میکنه. بسیار خوب همه تقوای، تشکر میکنم از وقتی که به برنامه نگاه روز دادیم. من هم تشکر میکنم و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان گرامی به خاطر توجهتون به این برنامه. ایام خوشی را برای شما آرزو میکنم.